вроде без тебя так пусто, но вроде без тебя так просто. Я обещаю быть несложной на параллелях наших и... سلام بیننده عزیز، بهروز زیورف، جوانی که تو امروز در تاجیکستان چون پرودیوسر شناخته می شود، مکنون با نخست‌ترانه‌اش با نام عایشه وارد صحنه استراده می شود. این ترانه بهروز که با زبان روسی سروده شده است، روز 15 ایول رسما معرفی و پیشنهاد مخلصان می شود. و حالا بهروز در صحبت ما قرار دارند. بهروز شروع کاریره آوازخوانی مبارک باشد برای شما و بگوید که چی طور شد که تصمیم گرفتید آوازخوان شوید؟ در دل من که ها چنین آرزوی هوس بود، اما همیشه اندیشه میکردم که آیا از عهده آن بخوبی برآمده میتوانم یا نه. در نهایت چنین باوری در وجودم حاصل شد و خوشبختانه متخصصان سوها چنین تصمیم مرا استقبال کردند و برای رشد و رونق هنری آوازخوانیم مساعدت کرده ایستادند. خیلی منادارم از استادم تهمینه رمضانوا آوازخوانی کسبی از گروه اوستا که از دکبر سال 2015 به من کمک میکنند. در همین جدا سرود اولین شما هم با زبان روسی سروده شده است و طوری هم شده می شود برای بازار روسیه پیش بینی شده است. سبب چی است بهروز و فکر میکنید در بازار سر رقابتی روسیه تا کجا موفق می شود؟ مشکل نه؟ بله، سبب اساسی چون این تصمیم معرفی فرهنگی ملت همون برای کشورهای روزبان است. اگر گیریم همین سرودی که نو ایجاد کردم عایشه را، ما باید در این زمانه رشد تکنولوژی به صنعت و هنر نگاه وسیع‌تر داشته باشیم، یعنی مناسبات گلوبالی بنماییم، مخصوصا در حالی که صنعت و هنر در هیچ دور و زمان مرز و بوم ندارد. اگر سرود عایشه را گیریم، این برای اتحاد دولت‌های مستقل پیشنهاد کرده شده است. علاقه این سرود در شهرهای مسکو، در آلماتو، در بیشکیک پخش شده ایستاده است. فعالیت پرودوسریتان چی می شود بهروز؟ دست می کشید یا ادامه می دهید؟ بله، ادامه می دهم فعالیت پرودوسریم را، لیکن گفتنی هستم که آوازخوانهایی که با ما همکاری داشتن خیلی کمتر می شوند. لیکن گفتنی هستم که صفت کار باز هم خوبتر می شود. برای اینکه وقتم خیلی کم شده است و تصمیم گرفتیم که شماره آوازخوان ها کمتر شود و صفت کار باز هم خوبتر شود. و در آخر می خواستیم بگوید بهروز که به حیث آوازخوان شما حالا چی نقشه ها دارید؟ نقشه ها خیلی زیاد هستند و علاقه گفتم می توانم که سه سرود آماده شده است و بسیاری از آنها دوازده هستند، یعنی دوئت. یکمش با آوازخوان تاجیک با زبان تاجیکی سروده شده است، دومش با آوازخوان روسیه با زبان روسی و سومش با آوازخوان آمریکا با زبان انگلیسی. تشکر بهروز، برایتون بردباری میخواهیم و باور داریم در این جاده هم حتما موفق میشوید شما. و بیننده عزیز، در صحبت ما بودند بهروز زیورف، پرودیوسر و همکنون آوازخوان تاجیک.